رامبرد چطور کوکو؟ رامبرد جون کوکو نوردخ چطوره؟ خدا رو شکر. یه خورده از شیرینیش برام بگو قربون برم. خیلی 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 تو رو دوست داره. خبرت دیگه تو هم که میدونی دیگه شبا بعضی وقتا با تو حرف میزنه. اصلا زنگ بهم میزنه عشق میکنم رامبرد. آره تلفنی با تو رامبرد جون. یعنی منم اگر که ازدواج کرده بودم آره الان یه دختری داشتم همین قد نوردخ. آره آرزوم نام رامبرد آرزوم نام آرزومن که یه دختری اصلا ازدواج بکنم و یه دختر داشته باش رامبو موی وقت ازدواج کنم پسر بشه چی؟ چه ایراد داره؟ یعنی چی چه ایرادی داره؟ شما پاسخگویی که میگی چه ایرادی داره؟ آقا پسرو مگی چیشون؟ نه میدونم میدونم میگم آرزوم دختر دختر داشته باشم آرزوم اکسیژن بود خفه اکسیژن بود چرا اینجوری میکنی؟ خیلی بهترم خیلی بهترم اصلا این صدا چیه؟ اکسیژن بود خیلی بهتر شد خب کی جوابگوه رام بود جدن بابا مگه ایرادی داره؟ نه میخوام دست دخترم بگیرم دختر باباییه پسر بشه کی جواب میده؟ آخه اصلا مگه کسی باید جواب بده چیزه جواب نمیخواد یعنی چی جواب نمیخواد شما پاسخ ما عطش شما میبینم آقا خدا دوست داشته بهت پسر داده خدا همونقدر دوست داشته که بهت دختر داده چه فرقی میکنه پسر بشه چجوری دخترم مثلا ببرم بیرون پارک اگه پسر بشه چجوری دخترت ببرم بله دقیقاً ما هر شب این تصویر رو خودم تو ذهنم میارم که دخترم بردم پارک رو تاب هلش میدم رو سر بچه چجوری اگر پسر بود دختر به پارک چی؟ چجوری اگر پسر دختر به پارک چجوری اگر پسر باشه دختر به پارک چرا اینقدر خوابت میاد؟ رامبرد رامبرد بله خیلی درست نخوابیدم زشتم از جلو اینا آمدن بگوی شاه حسینی کو یه تعلیمانی قهوهی بیاره بخورم زشت انسره ها آره آره باشه باشه, باشه چشم حاج آقا عذرخواهی هم میکنم آی شاه حسینی عذرخواهی میکنم یه زنده باشی یه قلوب دو قلوب قهوه بدید لطفا پیرن قشنگی هم پوشیدی خیلی رود نشستن که یه ذره خستن خیلی رود نشسته سر حالشون کنه کافئین آشنا داری ما میخوام پیرن قاچاق بیارم آشنا داری نه میخوام قاچاق پیرن یعنی چی آقا پیرنش رو بدنش خوب نشسته چه حرفی تو میزنی میدونم میگم حس میکنم آشنا داره اما از را ای کنم قربونه بده تا یه قلوفی قربونه بخور راحت بخور تا تش بخور برو بالا بهترم پرید رامو خدا را شکر پرید دست جمعی میردیم شاد و غزل خون میردیم دست جمعیمون به سمت شهر ترون میردیم بایم برم رانند رامبرد خوب اومد تو چشم خوب اومد دوباره بابا همین الان گفتی خوب شدی نه میدونم بهتر شدی قهوه خوردی خوب شدی رامبرد کوکا اکسیژنم بهت دادم میگی رامبرد میگی شاه حسینی کو ما نمیخورم و اصلا قبولم ندارم ولی یه تعلیمانی از این نوشابه انرژیزای کو برام بریزه بیاره خوب نیست نوشابه انرژیزا میدونم میگم حالا استثناءن یه نوشابه انرژیزای یه تعلیمانی بیاره تا بخورم چی؟ میگم یه تعلیمان نوشابه یه ذره بیاره تا بخورم آقای شاه حسینی بله آقا خیلی معذرت میخوام ممکنه آقا. لطفا یه کمی نوشابه انرژیزا بدین آجا. بله چش کدوم مرز بیشتر آشنا داری آقا تو چرا با آدم ها اینجوری صحبت میکنی آخه اصلا این چه پیش فرضیه تو داری آجا. چرا فهم میکنی ایشون کار قاچاقه آقا چند تا ماشین شاسی بلند میخوام رد کنم از مرز
بریزم تو بازار قیمت ماشین بشکنم. شما که قاچاقچی هستی ببین من نگاه کن، تو الان قهوه خوردی، این کم بخور. کم میخورم؟ نه چش کم. یکی دو قلو برو برو بالا. یکم قرقرش کردم رام بود که بهتر بشم. خوب شد. دست جمعی میرویم چون و قزل خون میرویم، دست جمعیمون به سمت شهر گرون میرویم. آی برم راننده را اون کلا و جوندنده را گاز و فرد. رام بود خوب اومد تو چشم، خوب تو چشم رام بود. بله کوکا زشتن جلو مردم. خب یه دو تا آروم بزن تو صورتم خوکو بپره رامو، زشت انجل و مردم قاچاقچی هم نور امیدش منم زشتم قربونت برم. آروم دو تا بزن که بپره خاک خوابم شد. بدتر خب پیش پیش داری میکنی، خب میخوابم الان. قشنگ بزن که بپره. نه میگم محکمتر قشنگ بزن که دلم نمیاد بزنم. میفهمم، میگم محکم بزن. خودم دارم میگم بزن. نه قشنگ بزن، خب خوابم بپره. خودم دارم عزیزم دوستمی، دلم نمیاد بزنم. میدونم خودم دارم میگم بزن. خودت اینجوری بزن بیدار میشی. نه خودم اینجوری بزن. نه نه نمیشه رام بود، قشنگ بزن که خوابکو بپره. آفرین. بزنم؟ آه دیگه خودم میگم دارم میگم. باش یه ذره بگی بالا. من یه ذره دستم سنگینه. میدونم. ها میدونو همین دست تو نمیخواد که این قشنگ واقعا سرار. بله صورت خودت گفتی دستت رو مو بلند میکنی. بابا من غلط کردم، خودت گفتی. اصلا من جوری اومدی برام؟ خب ما الان به خوابونم کفی هم استدیو کف پایید بزنم. نه عزیزم من دستت رو مو بلند میکنی. من دست جمعی میرویم شاد و قزل خون میرویم، دست جمعیمون به سمت شهر تهرون میرویم. آی برم راننده را اون کلا جدا سرحال شد. خدا رو شد. خب بیا بالا، بیا بالا، بیا 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 بیا. خب این بده دیگه عزیز دل. آقای جناب خان دوست جان، من جان جان این واقعا غلطه. منو نگاه کن جان، این بده دیگه. اگه خوابت میاد خب نیا به استودیو، و اگه قراره بیا استودیو لطفا سر حال بیا. همه ما هزار تا کار داریم، هزار تا گرفتاری داریم، تفریح داریم، کار داریم، مشکل داریم. به هر حال باید یه جوری مدیریت بکنیم سر حال بیایم تو استودیو. کارمونه. بعد احترام الان همه رو بعد نگه داری، احترام هیچ کسی نگه نمیده. این رفتار غلطه. ما زود قضاوت داریم. نه این چه قضاوتی؟ من مطمئنم دیگه. تو باز دیشب با اون تیم متخصصتون کیان، فقهازاد، احمد و نمیدونم بهنام و فلان جمع شدین دور هم دیگه تا صبح با هم دیگه معاشرت و هره و کره و تخمه و نمیدونم بزن و بکو شده این که الان اینجوری بدون انرژی میاد. مرد زود داری قضاوت میکنی و زود داری قضاوت میکنی. این نبوده جریان رام بود. به هر حال چی بوده؟ این نبوده. دفعه اول نیستش که آقای رام بوده جوان. بله این نبوده. چی بوده؟ نمیخواستم بگم ولی مجبورم کردی آقا رام بود جان. بگو کوکا. ما دو تا دوست قدیمی دارم، خاله ملیحه و عمو جعفر. اینا بله. زن و شوهرن، 85 سالشون هم هست. خب. رامبو جان، آقا و خانوم محسن خیلی وقته اینا رفیقای منن، میرم میگیم میشنویم. خاله ملیحه و عمو جعفر. عمو جعفر دو سه هفته پیش رامبو جان، عمو جعفر به رحمت خدا رفت. خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش باشه. از او روزی که رام بود عمو جعفر رفت، این زوجی که 60 چند سال کنار هم زندگی کرده بودن، خاله ملیحه دیگه خواب تو چشمش نومد. بگو چرا؟ چرا؟ تمام این سالها رام بود به صدای نفسها و
خروپف عمو جعفر عادت کرده بود نامون تا صبح خواب تو چشش نومده مد تمام هفته گذشته شب به شب رفتم بالای سر خاله ملیحه بیدار نشستم و تا صبح خروپف عمو جعفر تکرار کردم خروپف کردم که خاله بخوابه من نتونستم بخوابم الان دیوونه دارم میشم ولی خاله ملیحه ای خد قشنگ تونست بخوابه آروم سرش گذاشته بود و خوابیده بود رامود عشق کردم یعنی تو به خاطر این قضیه تا صبح بیدار بودی و نخوابیدی؟ یک هفته است من چش رو هم نذاشتم جان تو رام با جون زود قضاوتش کردم نو کرد گفتا رام بود معذرت میخوام سلامت نه نوکر تو اصلا نمیخواستم بگم معذرت میخوام سلامت باشی نه بعد زود قضاوت از هم قهره که قامل تر کنم نداشتم اصلا نداشتم رامبود جون شما سفارش منو به حاج آقا بکن مگو ترانزیت خواست بکنه منو ببره یه چند تا جنس میخوام خوب پیدا نکردم از ذهنش دیگه بیرون نمیاد این گنده ای حوزه است دست من هم بگیره گنده ای جریانه این جوری نبینه بابا من میشناسم همکارمه قول ای حوزه است اصلا قول اون حوزه نیست آقا ایشون اینا... آدم درجه ای که توی یه حوزه دیگه اینا تو حمل و نقل و ترابری هست ولی در تلویزیون اینا خودشون لو نمیدن که اینا خودشون لو نمیدن اینا ده تا چهره دارن خیلی آنو نیست اینجوری آقا برای مردم حرف در نیاد خیلی خوب چیز کنیم بریم بیاییم جان مو برم برو یه ذره استراحت کن موقع خدافزی هم بیا مو برم قرمونه یه رو بخوابم آره دیگم الان شاه حسینی برای تو اتاق من مبل و اینا رو برات مرتب بکن تو بری باش. یه چرتی بزنی قرمونه شاه حسینی جان یه خوشه انگوری هم قرمونه بذار بالای تختم که هر از گاه یه دونش رو بچینم بذارم گوشه لپم چقدر ناز داره قرمون یه چرت میخواد بزنه مهدی جان خوشه انگورم باید بغل دست مهدی جان قربونت برم یه برگ آناناسی قاش کن که اگر بیدار شدم آروم بذارم گوشه لپم خیس بخوره قربونت بشم سلامت بابا یه چرت میخواد بزنه بریم بیایم مهدی جان آقای شاه حسینی سلامت باش یه بالشت طبی بگیر که بذارم قربونت سلام یه نیم کیلو خاویار هم بگیر قربونه که آروم قاشق قاشقمو بجوم که برم تو خواب باش سلامت باش فقط سبک برگزارش کن این سبک نیم کیلو خاویار واسه چقدر میشه خیلی میشه سلامت آقا مهدی جان سلامت باشی فدای تو بشم دیگه چی سفارش یه چلو گردنی بگیر که اگر بیدار شدم منو نگاه کن یه چرت میخوای بزنی همین میدونم یه ساعت رو ببل من بلو بشی بعدش میای اینجا ادامه بدی آروم بجوم تو چلو گردنو تو خواب آروم بجوم که استخونم قوی بشه پایم سفت سلامت باش مهدی جان قربونه شیرموز نزار بالای تختم زنده باش شیرموز نمیخورم زنده باش بریم یک دو سه بریم